برنامه نانگل سرخ نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازیم و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه داریم با مرسده قائدی، سخنگوی ایران ترابینال در رابطه با کشتارهای دهه 60. در ضمن در رابطه با گروه چارتار و حجاب در کنسرتاش، در مورد حمله به یک زن جوان در ترکیه به خاطر نوع پوششش، بازداشت یک آتیست مشهور به نام اسماعیل محمد در مصر، فتوای احمقانه خود آقای خامنه ای در رابطه با زنان و دوچرخه سواری و لحظه واقعا زیبایی از کمپین وسیع زنان عربستان سعودی علیه قانون سرپرستی مردان با ما باشید. این هفته که گذشت خبر رسیده از گروه چارتار که در کنسرتی که داشتن در کانادا از خانمایی که در کنسرت بودن ازشون خواستن برای سلفی گرفتن با این گروه حجاب به سر کنن و خب واقعا اصلا آدم همه دادشون در اومده که این چجوری امکانه که امکان داره که توی خود کانادا چنین کاری رو انجام بدن. به درستی، و اینکه چطوری جرأت میکنن چادر بدن به کسایی که میخوام باشون عکس بگیرن. و توضیحی که دادن گفتن که به خاطر که ما اگه برگردیم ایران، یا کسایی ازشون دفاع کردن که اگه میخوان برگردن ایران خب براشون مشکل به وجود میاد، کسایی که اومدن خارج کشور برنامه اجرا کردن رفتن تو ایران دستگیرشون کردن. این قیافه رو میبینین، این قیافه تعجب و واقعا خشمه. میخوام بهشون بگم خب بفرمایین، چون اگر یه آتیست هم بیاد توی کنسرتتون میخواین یه تناب دارم بدین دست خودشون که برای جمهوری اسلامی خودشون رو دار بزنن، یا کسی که همجنسگراست همونجا بیاین دم در اعدامش کنین. خب میدونم این داره کش میده بحثو، ولی چجوری به خودتون اجازه میدیم قوانین ضد زن و ضد بشر جمهوری اسلامی رو تحمیل کنین روی کسایی که میان کنسرتتون؟ و دقیقاً اعتراض مردم تو سطح بین‌المللی به جا بوده. چارتار بعد از مردم معذرت بخواد و کنسرتی رو که توی لندن میخوام برگزار کنن رو هم باید حواسش باشه. همه با روسری باید برن. هیچ کس نمیدونه، و اگه این کارو بکنن اعتراضات بیشتر میشه و این یکی از گروهای تبدیل میشه که بر ضد آزادی زنان و حقوق انسانی در ایران فعالیت میکنه. و خب این ادامه این بحث، این که خب بالاخره هر کی خواست میتونه سلفی بگیره، انتخاب خودشونه، این بحثایی که همیشه خورد مردم میدن توی خارج کشور به خصوص، ولی چیزی که میبینیم اینه که نتیجه اصلیش کنترل زنانه و یه جو زدیت با زن رو به وجود میاره. تو خود ترکیه مثلا خبر اومده از یه زن جوانی که پرستاره که رو اتوبوس بود و شلوار کوتاه پوشیده بود و مورد ضرب و شتم قرار گرفت به خاطر نوع پوششش، و خب اون کسی که این کارو کرده فوراً آزاد شده، در این حالی که خیلی الان توی زندان‌های اردوغان هستن و به کسی هم اینطوری حمله نکردن. دقیقاً، و اعتراضی رو که تو جامعه ترکیه شده و کشورهای مختلف شروع شده و زنا در همبستگی با این خانم در ترکیه عکسای سلفی خودشون رو میگیرن با شورت، گروه چارتار یاد بگیره با شورت میگیرن و در همبستگی در اعتراض به حمله اسلامی ها و فرهنگ اسلامی به حقوق زنان در ترکیه. قبل از اینکه این بخش برنامه رو تموم کنیم، دوست داشتیم که درود ما رو به اسماعیل محمد که یکی از آتیستای مشهور مصره که اخیراً از سوی دولت مصر بازداشت شده، پاسپورتش رو گرفتن ازش، هنوز وضعیتش نامعلومه، ناامنه، درست رفته خونه ولی در این حال هنوز امکان بازداشت و بازداشتش هست و دوست داریم موقت فکر کنم آزادش کردن. ولی چیزی که مهمه اینه که تمام جنایات حقوق بشر در دنیا، جنایات آتئیست، جریانات سکولاریست، اما آماده باشن و باید باشن که در صورتی که به این آزاداندیشان مصر بخوان حمله بکنن اعتراض بین المللی روبرو بشن. اسماعیل محمد قراره که در ژوئیه 2017 در یک کنفرانس بین المللی عظیم در دفاع از آزادی بیان و آزادی عقیده شرکت کنه. امیدواریم که بتونه در این برنامه شرکت کنه و حمایت همه ما رو اونجا احساس کنه.
چند روز پیش مصاحبه داشتیم با مرسده قائدی، یک زن مبارز و سخنگوی لندن ایران تریبیونال، در رابطه با کشتارهای دهه 60 در ایران. بشینید الان با ما و این مصاحبه بسیار جالب رو نگاه کنید، با ما باشید. مرسده قائدی، ممنون از اینکه با همون مصاحبه میکنین. میخواستم در رابطه با سالگرد سال 67، 28 سالگرد الان، اهمیت یاد بوده این سالگرد در تاریخ ایران چیه دقیقا؟ با سلام به شما و خیلی ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردین. ببینین، جمهوری اسلامی از زمانی که اومد با در واقع با کشتار دهه 60 شروع شد و این اعدام‌ها در واقع ادامه داشت و اوجش رو می‌بینیم. یک کشتار وسیع در زندان‌های جمهوری اسلامی بود که سال 67 بود. ما الان درست 28 سالی که از اون تاریخ فقط کشتار سال 67 می‌گذره و در تمام دنیا می‌بینیم یادبودهای متفاوتی داره برگزار میشه و یاد این عزیزانو که با آرمان‌های انسانی که داشتن به خاطر اون آرمان‌هاشون اعدام شدن. و در همین رابطه ما مهمه، به خاطر اینکه هیچ وقت جنایتی که اتفاق میفته شما هیچ وقت نمیتونید به فراموشی بسپارید، یعنی فراموش نخواهد شد. و امر ما در واقع اینه که ما میخواییم دادخواهی ما اینه که باید اونایی که این جنایت رو کردن باید بیان تو دادگاه های مردمی و بگن از حقایق روشن بشه. ما همزمان میبینیم که با کشتاری که در ایران اتفاق افتاد با دهه 60 و با تشکیل خاوران و خاورانها که در سراسر ایران وجود داره، مادران خاوران جنبش دادخواهی رو شروع کردن و بنیان گذاشتن و در ادامهش ما میبینیم همچنان این جنبش ادامه داره الان و با هر اعدامی در ایران همین امروز میبینیم عکس عزیزانشون و صدای خانواده های اونا دادخواهیشون بلند میشه و خواهان روشن شدن حقایق هستن. و از این جنبه به نظر من ما همه کسایی که دنبال دادخواهی هستیم شعارمون این هستش که ما فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم. تک تک اینا رو باید ببریم تو دادگاه های مردمی برای روشن شدن حقایق هستش. اهمیت این شعار چیه دقیقا؟ ببینین، من شاید توضیحی که زدم برای ماهایی که عزیزامون از دست دادیم، برای ماها که تو زندان بودیم، برای مردمی که هر لحظه الان زیر شلاق جمهوری اسلامی هستن، نمیشه به فراموشی سپرد. از این جنبه اهمیت این قضیه برای ما همیشه با در واقع ما داریم باش زندگی میکنیم، هر روزه تو مغز ما هستش. ولی برای اینکه این جنایت تو این جامعه اتفاق نیفته و پایان اعدام ها، پایان زندان ها و پایان شکنجه، به نظر من دادگاه های مردمی از این نظر مهمه که ما این دادگاه ها رو تشکیل بدیم. و بحثیه که بخشش رو مطرح میکنن، چی رو باید ما ببخشیم؟ ما جنایت کردن، عزیزامون رو گرفتن، چی رو به طور واقعی چی رو باید ببخشیم؟ بخشیدن یعنی چی؟ هنوز هرچند امسال متهمین دارن صحبت میکنن، من فکر میکنم شاید لازم باشه بگم امسال چه اتفاقی افتاده. همزمان که 28 سال از دوران فقط سرکوب سال 67 گذشته، ما میبینیم که یکی از بنیانگذارانی که جمهوری اسلامی منتظری بود تو دهه 60 بود، تو اعدام ها همین دوران شرکت داشت، یکی از با پایه‌گذاران جمهوری اسلامی در واقع و از کسای ولایت فقیه، اعتقاد به ولایت فقیه داشت، این نواری پسرش منتشر میکنه. که هرچند ما اینها شاید بینندگانتون در یک فرصت حتما میدونن ما یه دادگاهی داشتیم به اسم دادگاه مردمی ایران تریبونال. ما فیلم منتظری نشون دادیم در اون دادگاه که گفت این کشتار اتفاق افتاد. ولی ویژگی این نواری که الان پخش شده اینه که صدای کسایی که تو دادگاه های به اصطلاح مرد بودن، یعنی اونها که حکم صادر میکردن، صدای اونها هستش. در 22 مرداد، یعنی تاریخ داره، گفتن، خودشون اقرار کردن که همه رو کشتیم، 200 نفر مونده، اجازه بدیم 200 نفر رو بکشیم. این مهمه و با صدای چندشاور خنده هاشون در این نوار که مشمئز کننده است که جنایتکاران چجوری از مرگ میخندن. و اینه که
این ویژگی رو امسال داده که شخصا من به عنوان یکی از فعالین جنبش دادخواهی اسمشو میذارم امسال سال متهمین دارن حرف میزنن. ما بیش از 35 سال ما فعالین شاکیان جمهوری اسلامی داریم حرف میزنیم، داریم تو رادیو، تو همین رادیوها تلویزیونایی که وجود داره کتاب ها نوشته شد، مراسم ها گرفته شد، خانواده ها تو ایران مبارزه وسیع رو شروع کردن. ولی امسال من به نظر من ما جنبش دادخواهی وادارشون کردیم و در این حال بحران خود رژیمه، درگیری جناهیه و هر کدوم دارن برای هم پرونده درست میکنن و میگن این ما نبودیم، همشون دارن میگن نبودیم. من اینجا لازم میدونم یه نکته رو بگم، تمام این کسایی که الان در قدرتن و تمام این کسایی که تو رهبری جمهوری اسلامی همه در این جنایت نقش داشتن، تک تکشون، اصلا برای من اصلاح طلب بنیاد هیچ معنی نداره. تمام رفسنجانی یک روزی تا در مبین اعدام است، امروز اسمشو به اصطلاح گذاشته اصلاح طلب، در صورت که همین الان از این اعدامات دفاع کرده و گفته رهبر رو نباید اسمشو اینطوری بیاریم و خود تو همین نوار منتظری نگرانیش از آینده اسلامه، میگه اسلام رو شما دارین بدنام میکنین، باز از حفظ نظامه، میگه نمیخوام از خمینی چهره بد نشون داده بشه. و این مجموعاً الان بحثیه که به نظرم همینطور که دادگاه‌های مردمی ایران تهران یک نقطه عطفی در مبارزات دادخواهی مردمی ایران بود، امسال هم سالیه که شاکیان وادار کردن و متهمین دارن حرف می‌زنن و ما می‌بینیم یکی یکیشون دارن اعتراف به این جنایت می‌کنن. و خیلی جالبه بعضی از این جنایتکارا دارن دفاع میکنن از جنایتی که کردن، ما همیشه میگفتیم که اینا این کارا رو کردن و امروز دارن از اون جنایت ها دفاع میکنن. اگر بتونین به طور خلاصه بگین دقیقا دهه 60 چی شد، چند نفر کشته شدن، چطوری کشته شدن، تجربه شخصی خودتون چی بوده؟ ببین دهه 60 میدونین شما واقعا روزانه 100 نفر 200 نفر 300 نفر داشتن اعدام میکردن، حتی اسم بعضی از این کسا رو نمیدونستن، به خانواده ها میگفتن بیاین شناسایی کنین. به نظر من سرکوب یک انقلاب بزرگ در ایران و میخواستن این انقلاب رو یه طوری سرکوب میکردن و سرکوبشن با اعدام انقلابی، با انقلاب مارکسیستا، با کمونیستا و آزادی خواهان. و اینجا من لازمه برای بینندگان یه توضیح بدم. ببینید اینا تصمیم به کشتار مرتدین به اصطلاح اینا بی خدایان کرده بودن. در خرداد سال 60 دولت رجایی تصمیم میگیره یک قبرستانی رو اختصاص بدن به کسایی که مذهب ندارن و اون رو اسمشو گذاشته بودن لعنت آباد که به همت مبارزات مادران شد خاوران، گلزار خاوران شد. و این کشتار دهه 60 تو روزنامه های خود رژیمه. ببینیم ما با کسایی که دیروز تو تظاهرات ها بودیم فردا صبح اینا رو دستگیر میکردن، صداشون از رادیو میشنیدیم که میگفتن این اعدام کردیم، از تلویزیون میشنیدیم. به طور واقعی من نمیتونم بگم چند هزار نفر رو اعدام کردم و این اوجش تا سال 63 بود تا 64 بود، یکم تخفیف پیدا کرد، دوباره از 66 شروع شد که 67 دیگه کشتار درهای زندان بسته شد که من نمیدونم هم تر اون دوره در زندان بودم هم سال 67 تجربه تو زندان دارم. تمام درهای زندان در ایران بسته شد و در یک مدت کوتاهی و یک دادگاه های دو دقیقه، با اینکه خدا رو قبول دارین یا نه، جریانتون رو قبول دارین و برای مجاهدین رو قبول دارین یا نه، و همین خیلی کوتاه و خیلی کوتاه همین هیئت مرگ که صداش الان هست تصمیم گرفتن و روزانه بالای 200 نفر 100 نفر داشتن اعدام میکردن. دهه 60 دهه خونینه. البته الان وقتی که ما داریم راجع به اون دهه صحبت میکنیم میبینیم همچنان اعدام ها به شکلی ادامه داره، زندان ها رو میبینیم و برای همینه که به نظر من دادخواهی ما و هر روز صحبت کردن ما و برای روشن شدن حقایق ما، چون ببینید جنبش دادخواهی در ایران یه جنبش جدیدیه، نوینیه. من خودم از شاکیان سواکی ها، کسایی که شکنجهگرای زمان شاه بودن هستم، چون در اون دورانم درگیر همین
مسئله زندان بودن برادران بود. و اون دوره جمهوری با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ما همچین امکانی نداشتیم. زود گرفتن و بستن همه کار رو، خودشون ما رو سرکوب کردن. و برای همین به محضی که دهه 60 سرکوب شروع شد، به نظرم در کنارش یه جنبش دادخواهی شروع به شکل گیری کرد. و الان ما میبینیم این جنبش واقعا قویه تو ایران، معترضه و داره مبارزه میکنه و ادامه میده تا زمانی که به نظر من تک تک اینا رو ما برای پای نیست محاکمه و میکنیم این کار رو و مردم میتونن این کار رو بکنن و به امید اون روزی که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و تک تک اینا رو ببریم پای میز محاکمه. نظرتون در رابطه انتقام چیه؟ من علیه انتقامم، انتقام رو قبول ندارم. در یک جامعه که انتقام وجود داشته باشه هیچ وقت چوبهای دار برداشته نمیشه و همیشه چوبهای دار هست زندانه. و من فکر میکنم تجربه‌ای که با خیلی از کسایی که عزیزای خودشون از دست دادن، همشون به نظرم تو یه چیزی با هم مشترکیم. ما خواهان انتقام نیستیم، ما خواهان روشن شدن حقایق هستیم و نمیگذاریم از این مسئله. چون جامعه ایران یک بار باید این تجربه کنه. به نظر من بهترین تجربه مادران آرژانتین هستن و در اون جامعه دارن همچنان مبارزه میکنن. خیلی تجربه خوب بود، اونها علیه انتخابن، ولی همه اینا رو دارن میبرن پای دادگاه. و من خودم به عنوان یه فعال جنبش دادخواهی، الگوی من خیلی مادران آرژانتین هستن. مادران خاوران هم واقعا یه نمونه هستن فکر کنم برای کل جهان. مادر خودتونم یکی از رئیسای رهبرای مادران خاورانه، یه خورده دارم اون توضیح بده. ببینین واقعیتش اینطوری، مادر خودم و خیلی از مادرها از مرداد سال 62 اونجا بود و الان سال 95 و همچنان در اونجا حضور داره. مادران خاوران رو دستگیر کردن، مادران خاوران رو بردن عکس گرفتن، مادران خاوران رو گفتن تعهد بدین نیان، مادران خاوران گفتن شما خسته میشین ما خسته نمیشیم. اون اوائل همه جمعه ها مادران خاوران اونجا حضور داشتن و الان میبینیم زمانی که در خاوران بسته است همچنان میرن پشت در گل میزنن. و به نظر من مادران خاوران نمونه بسیار خوبی برای امر دادخواهی در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه نیمدن و جمهوری اسلامی رو وادار کردن. امسال سال 67 در خاوران باز شد و خاوران رو گلباران کردن. حتی اگه در خاوران باز نبود، باز گلزار خاوران رو همیشه ما گلباران خانواده ها کردن. مادران خاوران ایستادگی کردن و مادران خاوران الگویی شدن برای امر دادخواهی که ما الان میبینیم. نمونش مادر ستار بهشتیه که چه تلاشی داره برای امر دادخواهی میکنه، شعله پاکرمان. و من چون فرصت برنامه نیست میتونم تعداد زیادی از مادرانی بگم که الان با عکسای بچه‌هاشون تو خیابون‌های ایرانن و میخوان حقایق روشن بشه. برای همین ویژگی مادران و خاوران عقب ننشستن، ایستادن، محکم ایستادن. و خیلی جالبه، یاد مادر ریاهی عزیزم میخوام اینجا گرامی بدارم، وقتی اینو بردن تو کمیته مشترک گفت، یعنی تو از همین کمیته های چیز، گفتن شما هم کجا هم دیگر پیدا کردین که اینقدر متحدین؟ گفت شما ما را آشنا کردین، شما عزیزترین عزیزای ما رو گرفتین، شما سالها ما رو بردین جلوی زندان، یک روز به ما گفتین بچه هاتون رو کشتین. و این یک نمونه بارزی از استقامت مادران خاورانه که همینجا ادای احترام میکنم به تمام مادران خاوران و به خصوص متاسفانه امسال تعدادی رو از دست دادیم و نتونستم بمونن و دادگاهی این جنایتکاران رو ببینم. به عنوان آخرین سوال، چه احساسی میکنین وقتی کسایی هستن که میگن یه بخش اصلاح طلب توی جمهوری اسلامی هست، اینا فرق میکنن، حقوق بشر براشون اهمیت داره؟ ببینین واقعیتش اتفاقا همین الان من ببینم کسایی که حرف ما رو قبول نمیکردن و میگفتن باید سازش کنیم، اینها اومدن میگن دیدین نوار شنیدین، واقعا ما 35 سال شاکیان داریم حرف میزنیم، چی حرفای ما یعنی ببینید شاکی به نظرم اولین مسئله خود شاکیه، کسی که دیده، شاهد دادگاه بوده، عزیزشو از بغل دستش بردن. و اصلاح طلبا الان دارن میگن نوار شنیدین،
که برای من شخصا، چون توی این مصاحبه خیلی از من سوال کردن که تو احساسه چی بود، گفتم من خودم وقتی دیدم فقط یه احساسی دارم که اینکه اینا چقدر وقیحن شکنجگرا، و صدای هیئت مرگ برای من دردناک بود شنیدنش. ولی ما این خبرها رو می‌نویسیم، و جهت اطلاع بینندگانتون بگم تو کتاب منتظری اومده بود تمام اینها، ولی به اصطلاح تو الان درگیری جناحی وقتی هست اومدن صداشو پخش کردن، و منتظری هیچ نقدی به سال دهه 60 نداره، تا 67 که کشتن هیچ حرفی نداره، و الان و اصلاح طلبا همیشه تو رژیم ببینید درگیری جناحی بوده، از زمانی که ما تو زندانم بودیم همین درگیری وجود داشت، ولی برای حفظ نظام با هم توافق دارن، برای اعدام توافق دارن، برای شکنجه و زندان توافق، و برای سرکوب مردم همشون با همن، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. خیلی ممنون، با تشکر از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. امیدواریم که از این مصاحبه خوب خوشتون اومده باشه. هر وقت آدم فکر میکنه به کمپین ایران ترایبینال و کسایی که زحمت کشیدن و این کمپین رو راه انداختن، مثل مرسده و دوستانش که این کار کردن و یه کمپین عظیمیه، یه پرونده ای رو باز کردن از دوران سیاهی از تاریخ جمهوری اسلامی، دورانی که هزاران انسان بیگناه روشنفکر از بهترین جامعه ایران رو در مدت خیلی کوتاهی نابود کردن، و جامعه ایران نمیتونه احساس راحتی بکنه تا زمانی که پاسخ این جنایت را بیرون بیاد و همه بفهمن چه اتفاقی اون دوران افتاد و این پرونده باز بشه، و کمپین ایران ترایبینال کار عظیمی رو در این مورد کرد. خب همین صحبتایی که مرسد قایدی کرد که فراموش نخواهیم کرد، و اینکه واقعا جامعه نیاز به عدالت داره، نه انتقام بلکه عدالت، و واقعا آدم وقتی این سرکوب رو میبینه ولی در عین حال مقاومت کسایی که باز موندن، کسایی که خانواده‌هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، مادران خاوران، وقتی این انسان‌های واقعا بزرگ مثل خود مرسده قائدی رو می‌بینه واقعا چقدر احساس دلگرمی می‌کنه، و فقط می‌تونه بگه واقعا دوستتون داریم برای فعالیتتون، برای مبارزتون، و برای اینکه واقعا شعله این عدالت خواهی و نه انتقام و نگاه می‌دارین، زنده نگاه می‌دارین، و این اهمیت خیلی زیادی داره، نه فقط برای جامعه ایران بلکه برای کل بشریت. فتوای احمقانه این هفته از رهبر عظیم جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای، و ایشون فتوا دادن در رابطه با علیه دوچرخه سواری زنان. چقدر حرامه از نظر ایشان. فکر می‌کنی چرا این کارو کرده؟ فکر کنی اینا از دوچرخه خوششون میاد؟ آره، از دوچرخه خیلی بدشون میاد. به زنا رب نداره. اینا از زنا اصلا از زنا بدشون نمیاد توی مکانه. ولی فکر می‌کنی واقعا چرا؟ فکر می‌کنی مثلا این رونایای قوی دخترها بیرون رونای زنا رو میبینه ناراحت میشه. آره. خود داعش هم یه فتوا داده بود علیه گفته بود زنا نمیتونن روناشون رو بزنن. صدای های عجیب غریبی داره. آقای خامنه‌ای هم همون مشکل داعش رو داره. فتواهای احمقانه رو بذارین کنار، فکر می‌کنی کسی به شما گوش میکنه؟ البته گفته جایی که کسایی که محرم هستن میتونن دوچرخه سواری کنن، میتونن نگاه کنن، پس یعنی خانوما باید برن توی مثلا حیاتشون دوچرخه سواری کنن که آقای خامنه‌ای خوشحال باشه. امیدوارن چیکار کنن؟ بازم روناشون میدونن نه، مشکل دارن فکر کنن با دوچرخه. و ما مشکل داریم با فتواهای احمقانه آقای خامنه‌ای. لحظه زیبای زندگی این هفته از عربستان سعودی و کمپین وسیع زنان عربستان سعودی علیه قوانین سرپرستی یا زنان از سوی مردان. و خب میدونیم که واقعا یه وضعیتیه که زنان نمیتونن مسافرت کنن، نمیتونن حتی از زندان خارج بشن بدون اجازه سرپرست مرد، و الان خیلی ها هستن که الان به طور وسیع اومدن گفتن که ما
اتمام این قوانین رو میخوایم. و جالب جامعه‌ای که ظاهرا کاملا اسلام زده است و دولت مردان جهان گفتن این کشوری که اینطوریه و فرهنگش این حرفاست، این شعله زیبای مبارزه زنان بر علیه اسلامیات و عربستان سعودی وجود داره و ما میخوام از این حمایت بکنیم و واقعا قلب درود آدم بفرستیم به اون فعالین عزیز. و خب میخوایم با یه ویدیو تموم کنیم که از همین کمپین. و خب قبل از اینکه این ویدیو رو بتونشون بدیم، خدافظی هم میخوایم بکنیم. امیدواریم از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا هفته آینده روزا و شبای خیلی خوبی داشته باشین. Goodbye. يا جابت لنا العار، مستحيل اخليها ترجع البيت. Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And yeah. We've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.